سلام نازلیای امو، از اونجایی که ما مهد سانسور فیلم‌های جهان هستیم، جونگم تا خشتک سانسور کردیم و بزرگترین سانسور این فیلم مربوط به دختری به اسم بویونگ. بویونگ کیه؟ یکی از اینا که تو معبد کنار این زن خوشگله یومیول کار می‌کرده. جونگ عاشق این دختره میشه و یکی دو جا خفتش می‌کنه. از اونجایی که شاهزاده بوده کسی جرئت نمی‌کرد چیزی بهش بگه. خلاص اولین بار واسه جنگ بوده که جونگ یه جوری بویونگ رو خفت می‌کنه و بهش پیشنهاد بی‌شرمانه میده که دیگه بماند. بویونگ رو به زور بغل می‌کنه و همون لحظه معلومه کدوم مادر مرده‌ای در شیپور جنگ میدمه و بویونگ دست جونگ لیز می‌خوره. خلاص دفعه دوم اونجا تو انبار مشروباتی که ببخشید انبار چایی، بله تو فیلم میگفتن چای می‌خورن اینا، خلاص بویونگ اونجا گیر میندازه و میگه من الان عشقم بلند شد، یعنی عاشقت شدم، بریم در مورد ازدیاد جمعیت بویو حرف بزنیم. خلاص بویونگ به زور میره ولی همون لحظه سربازا میان و اینا قایم میشن و برخلاف تصورشون در انبار قفل میزنن. بعدن که اینا رو با هم میگیرن، نه به به چه گلی کاشته پسرمون، به صدا سیما ایران نامه میزنن، ما میخوایم جونگو به جرم شکستن کمان دامول بندازیم بیرون و این کارا میکنن. هم بویونگ هم جونگ شوت میشن بیرون. بویونگ اصلا ناچاری میره از یکی به اسم توچی پول قرض میگیره، اما چون نمیتونه به عنوان نوکر پیشش کار میکنه. یه جام همین توچی میره که بویونگو بله که یهو خدمتکار میاد و برنامه عوض میشه. اون زمان که بویونگ پیش توچی بوده، اویی عاشقش میشه و یه روز اویی یه زخمی رو میاره پیش بویونگ که جومونگ بوده. اونجا بود که اویی متوجه روابط عاشقانه این دوتا میشه و خلاصه یه جای زهرشون میریزه. یه جایی از فیلم هم بویونگ واسه جومونگ خبر میآورده و جومونگ هم بغلش میکنه و خلاصه عذرخواهی میکنه و کارهای بی تربیت کرده و موزون بوسونه نه لعنت به قنچه هایی که بی موقع بوس کند. سوسونو از دور میبینه و متوجه میشه که عشق اول جومونگ خودش نبوده، بویونگ بوده. دیگه یونگ هم از رابطه اینا با خبر میشه و سر قضیه مسابقات توی قصر بویونگ رو گروگان میگیره تا جومونگ شرکت نکنه و این اتفاق هم میفته. بعد که بویونگ آزاد میشه ول میکنه میره. میگن گویا از بویو خارج میشه و به دست سربازان هان میره اون دنیا. میبینه نشسته رو موب چهار تا آقا رو سرش واسدن منتظر پذیرایی هستن. خلاص جومونگ هم کم از این کسافت کاری نکرده. یه جو تو فیلم هست که میره واسه خودش خوشگذرونی، میره بیرون غذا میزنه و مشروب میخوره، دو تا جوجه دور بر خودش جمع میکنه، آخرش هم یکی از جوجه ها رو به سیخ میکشه. صبح بلند میشه میبینه ای دل غافل جوجه زیادی رو منقل بوده سوخته. یه جایی از فیلمم روابط موسونگ و مودونگه که همه فکر میکردن چه خواهر برادر خوبی، حتی واسه خود کره‌ای ها مشخص نبود تا اینکه یه جا جونین دوتا رو خف میکنه میگه ابله خواهرته. موسونگ نام رونالدینیوی زدیم، خواهرم نیست معشوقمه. روابط هیوبو و سایون هم که نیم برات دیگه، اصلا قابل گفتن نیست، اینستا میبنده ما رو. آخری هم بانو یوها موسو است که جوان بودن جاهل بودن هی همون بغل میکردن، صدا سیمای جرقه‌ای حس میکرد که ما ندیدیم و سانسور کرد واسه چشممون ضرر داشت. سانسور دیگه مونده نگفته باشم، اگه میدونین بگین، دیگه فکر کنم تعطوش قشنگ در آورد نویسنده. خداحافظ شما. به به دیگه اومدیم قشنگ ملت رو با مختار زخم کنیم. این بار رفتیم سراغ ورزشکارایی که تو این سریال پرتکرار حضور داشتن و از مرحوم روح الله داداشی شروع میکنیم. مرحوم داداشی قبل از فوتش تست گیریم هم دادن و به عنوان مردم قوی هیکل قرار بود بازی کنن. ایشون قرار بود از اهالی کوفه باشن که به مسلم ابن عقیل خیانت میکنه که گویا این بخشم تصویرداری نشد و از سریال حذفش کردن. آقای داداشی قهرمان مردان آهن ایران بودن، روحشون شد. نفر بعدی که ایشون قوی هیکل هستن آیدین خطاییه که نقش قول شامی یا یلیل رو داشت. جالب بدونید گیریم به قدر سنگی بود که اصلا مشخص نمیکرد که ساعت روی همین گیریم وقت گذاشتن. آیدین خطایی متولد 63 و ورزشکار و مربی پرورش اندامه. ایشون تو مردان آهنین هم حضور داشت و بهتر مقام شاهرون بود. البته الان بازیگری رو هم ادامه داده و تو فیلم های خوب بعد جلف از یاد رفته بچه های نسبتاً بعد ماه تیتی بازی کرده. نفر بعدی حامد حدادی بازیکن بسکتبال کشورمون که در نقش قول کوفه بازی کرده بود. اسم این قول که سندیت تاریخی هم داره یکی از سرداران سپاه آل زبیر بود و یحیی بن زمزم که میگفتن انقدر بلند دورش بود که وقتی روی اسب میشست پاهاش از دو طرف روی زمین میافتاد. حدادی زمانی که 17 سالش بود این نقش رو بازی کرده. حامد حدادی 218 سانتی متر قد و 130 کیلوگرم وزن داشت اون موقع، یا خدا. نفر بعدی مهدی فخیم‌زاده از اینکه ایشون استاد کاراته هستن. آقای فخیم‌زاده متولد 1321 هستن، خودشون کارگردان حرفه‌ای، قبل از انقلاب تو 20 تا فیلم بازی کردن. در کنار همه اینا دانشش کاراته هم دارن و جز بزرگای کاراته ایران به حساب میان. در کنار کاراته بوکس و بدنسازی هم کار میکردن و هنوزم کار میکنن، سرحال و شادابن، خدا حفظشون کنه. توی صحنه از عمر ابن سعد میبینیم که داره میره حموم آخرای کار. بدن لخت آقای فخیم‌زاده رو میبینیم که بسیار ورزیده و زیبا باریکلا. حالا نظر شما به کیفیت سریال مختارنامه که این همه پخشش میکنن چه نمره میدین؟ آیا موافقین دوباره پخش بشه؟ حتما این چیز دیدن انقدر پخش میکنن دیگه. والا بگیم چند چندین. خداحافظ شما.
دیدین دو دقیقه میخوای پیاز رنده کنی قشنگ خود رنده میشی، چشات پر اشک میشه، انگار زبونم لال یارانه تو قطع کردن. حالا علتش چیه؟ پیاز توش گوگرد داره. این مواد وقتی آزاد میشن یکی از نشاناش اشکی که مثل ابر بهاری میریزی. وقتی پیاز از وسط نصف میکنی سلولاش باز میشه، بخش گوگردی و بخش آنزیمی که به آلیناز معروفه. ای جان آلیناز، اسم بچه‌م انتخاب کردم دوستان، پیاز خیلی دوست دارم. الان اسم بچه هرچی دلت بخواد اونجا بذار، آلیناز بابا. ترکیبات گوگردی رو تجزیه میکنه و ترکیبات ناپایدار درست میکنه که به گاز تبدیل میشه. این گاز هم وارد چش ما میشه، این گاز میره تو چش، با آب واکنش نشون میده و تبدیل به اسید سولفوریک میشه و عصب چش رو سیخ میزنه، اونم میسوزه و اشک میده. این اتفاق خیلی هم مفیده و باعث میشه چشما دیرتر پیر بشن و حتی جلوی آب مرواریدو هم میگیره. آلودگی رو هم از سطح چش پاک میکنه، سموم و باکتری رو خارج میکنه، دیده بهتری به چش میده، حتی روی استراب هم موثره. ولی خب با این حال برای بعضی آزاردهنده است. چی کار کنیم که چشمون اشک نیاد؟ قبل از اینکه پیاز رو خرد کنی بذارش یخچال خنک بشه. موقع خرد کردن بگیرش زیر شیر آب، از طریق دهن نفس بکش موقع پوست کندن. و یه راه دیگه این که میتونی نک شنا بزنی، اینم خیلی راه موثریه. این هم واسه اونایی که از پیاز خرد کردن رنده کردن متنفرن، این همه راهکار رو حالش رو ببر. خداحافظ شما. این قضیه نظری و نظری پخش کردن رو دیدین دیگه. امروز یه نظری میدادن که شون افتاد تو دیگه حلیم، یه جوری سوخ که دیگه امام حسین هم نعوذ بالله نتونست کاری ازش بر نیامد. نکنین، آروم باشین، به همه میرسه. از عجیب ترین نظریه تو ایران هم بگم براتون که مردم ایران انقدر باصفان که واسه نظری دادن هر چیزی که در توانشونه رو میدن. مثلا تو مناطق لاکچری تهران یه مدت نظریه های عجیب میدادن، میگو سوخاری، کباب برگ، چنج. یه رستوران تو منطقه پاسداران که کلا منو غذا می آورد، یه جوری نظری میداد که خود سپاه یزید هم حالت حزن و اندوهی میگرفت. قبلا هم این هیئت و پاسداران کنار نظریش نوشابه، ژله، کارامل، ماست، سالاد، زیتون هم میذاشته. یه هیئتی از تو ولیعصر که دست علی انصاری، یکی از مولتی میلیاردرهای کشور، اونجا هم قبلا چلو کباب، گوشت راسته گوسفند، یه پکیج کامل شامل دسر، کارامل، آدامس، ماست، سماق، نوشابه یا رانی میدادن. اما جالب بدونید تو رشتی آقایی هست که میگن هر سال بین کودکان لواشک و آبنار و مسقطی نظری میده. یه چند سالی هم هست که بعضی افتادن تو خط پیتزا و سوخاری نظری میدن. اینم در نخوش جالبه، من پیتزا رو هستم زیاد. یک سن پخش شدی که یه جایی نظری ساندویچ و اینا میدادن، اینم خوبه. ولی عجیبتر از همه اینا نظری تدیم ماکارونی بود که واقعا نمیدونم اینو کجای دلم بذارم. اسکار قشنگترین نظری هم میرسه به اونایی که رفتن دو تا آدم گرفتار تو بند، دو تا مریض تو بیمارستان، دو تا آدم محتاج به دارو رو به احتیاجشون رسوندن. اینا هم نظریه قشنگی بود. شما بودین چه نظری میدادین؟ خدا حافظ شما.